بعد یه پیشنهاد دادم با آقای حلمی، حلمی تنبکساز. یول برینر بود، حتما دیگه فیلم هفته لاغر رو کلش با تیر میزد. یه روز یه تیغ ژیلت دستش داده بودن، 6 میلیون دلار گرفت که این تیغ گرفت دستش که من سرم با این میزنم. بودم آقای حلمی یه تنبک درست کن که پوستش بشه برداشت، بعد هر وقت لازم شد ادامه روش بشینه، هر وقت لازم نشد پوست بندتین تنبک بزنید. پول به جای یه ماه که میری بلژیک، 3 ماه میری بلژیک. پس قرار شد چی؟ قرار شد آقا رو کمچی داشتش بشینه. بعضی ها نمیدونن نیازهاشون چجوری باید برطرف کنن، باید راه نامه شو کرد. دختر خانمی که مدتی شاگرد ما بود تازه فهمیده سوسیالیسم رو با سیم می‌نویسن، به تقلید من اوورکوت می‌پوشه که یعنی من روزا لوکسامبورگم. بعد با هر پسری هم که نخود میده لوبیا میره خیال میکنه فروغ فرخزاده. واقعا بعضی از پروانه ها یادشو میره که زمانی کرم بودن. ایشون یه روز با کمال وقاحت دلوش من گفت حرفای شما تکراریه. خانم آقایان، تکرار فی نفسه نه خوبه نه بد، تا چه چیزی کجا به چه منظوری تکرار بشه. بینوایان ویکتور هوگو هر سال داره چاپ میشه، هنوز از خواننده‌هاش کم نشده و خودش هم نوشته که تا زمانی که فقر و جهل و ستم بر زمین حاکمه، نوشتن کتبی از قبیل بینوایان پر بیفایده نخواهد بود. از اوش مرتب من فیلمم ساخته میشه. مثنوی مولانا تقریبا هر سال تجدید چاپ میشه. نمایش موشا و آدم ها اثر جان اشتنبک 40 سال تمام رو لندن رو صحنه بود. کسی نگفت تکراریه. پس تکرار فی نفسه نبده نخوب، تا چه چیزی تکرار بشه. مگه شب تکراری نیست؟ مگه روز تکراری نیست؟ مگه غذا تکراری نیست که ما میخوریم؟ کی تا حالا از شب و روز خسته شده؟ پس تکرار فی نفسه نه خوبه نه بد. سمفونی 5 بتوون هر سال داره اجرا میشه، ولی از سمفونی هایدن سال به سال خبری نیست. یا باله آفرینش اثر استراوینسکی تقریبا 2 سال یه بار اجرا میشه، ولی هیچ نگفته تکراریه. بنابراین در تمام سخنرانی های من که وجوه مختلفی داره، بعضی حرفا تکراره. پس فی نفسه نه خوبه نه بد. پرندم خیلی میپره، ولی هیچ پرندی از پرواز خسته نمیشه. هیچ پرندی از پرواز خسته نمیشه. آثار داستایفسکی، برادران کارامازوف، منتقدی مینویسه آثار فئودور داستایفسکی مانند ابله قمارباز برادران کارامازوف که کمتر رنگ کهنگی و تکراری به خود میگیرند و به اصطلاح تاریخ مذهب ندارند، به این علت است که به قول بسیاری از منتقدان ادبیات در نوشته‌هایش نکاتی را که ازلی و ابدی است مورد نظر قرار میدهند. به این دلیل هیچ وقت آثار داستایفسکی کهنه نمیشه. پس خانم روزا لوکسامبورگ که خیال میکنی با هر پسری بگی و بخندی فروغ فرخزادی، هر گردو گردوه، ولی هر گردو گردو نیست. گناه کردم گناهی پر زلزت در آغوشی که گرم آتش این بود. تو نمیتونی هوس بازیات و تحت این زیر این لوای این شعر فروغ توجیه بکنی. تو گردی ولی گردو نیستی. بنابراین گوی زیادی نخور. بریم سر حالا اصل مطلب، بریم سر دراز کردنی 5 نفر که البته از این دراز کردن اصلا لذت نمی بریم، ولی چون به ما توهین کردن تکرار میکنم. شجریان، لطفی، علیزاده، مشکاتیان، روشنروان، اینا از بزرگان موسیقی ما هستن، اصلا در صلاحیت من نیست.
آقایون هر کدوم اندنشون غرق می‌خوردن راجع به تنبل گوه زیادی می‌خوردن، ولی مثلا به خودم اجازه نمیدم. من یادم سل کدوبه لا کدوبه تو دنبالشم بودم جاهایی که بزنه بریزم. ولی از این دراز کردن اصلا لذت نمیبریم، فقط میخواییم حقیقتی رو به شما القا کنیم. فیلمی بود به نام جلادها نیز میمیرند، جلادها نیز میمیرند، اثر فریتز لانگ، کارگردان آلمانی الاصل آمریکایی. جلادها نیز فکر کنم دیده باشین بعضیاتون، جلادها نیز میمیرند، که وقتی اون جلاد رو داشتن دوتا از مبارزین خفی میکردن، کارگردان به جای اینکه حالا تمام بینندگان از خدا میخواستن که خفی شدن این جلاد رو ببینن چون خیلی رو کشته بود، ولی کارگردان یه نکته انسانی به کار میبره. در زمانی که اون دو نفر داشتن خفه میکردن جلادو، یک کلاه گرد این همینجور میچرخید تا وقتی وایساد باز نشون نداد جنازه جلادو. به زبان سینمایی گفت جلاد مرد. حالا چی میخواست بگه فریتز لانگ؟ فریتز لانگ میخواست بگه در موقع لزوم بکش، ولی از کشتن لذت نبر. ما هم در موقع لزوم این پنج نفر دراز میکنیم، ولی علی دراز کردن لذت نمیبریم، فقط چون به شعور ما توهین کردن ما موقع بهشون جواب بدیم. جناب آقای شجریان خاک پای مردم ایران یه روز میره توی استودیو، این کارگر ساده مثل من خلوچل بوده، فکر کرده واقعا خاک باز، گفت بگید یه دهن واسه ما بخونه. اومد رو صحنه گفت اینا کی اینجا نشستن؟ بیرون باید 6 ماه تو صف وایسه تا برنامه ببینه خاک پای مردم ایران. ولی من که زد، یا مثلا لطفی هنرمند مردمی است، بلیط 40,000 تومان، من شو زد مردمم برام مجانیه. هنرمند مردمی 40,000 تومان، زده مردم مجانیه. این آقای شجریان که در تسلطش به آواز شکی نیست، یه پدیده ایست در موسیقی در آواز، ایشون در مورد نابغه تنبک ناصر فرنگفر فرمودن وقتی ایشون به ضرب اشاره میکرد موهای تن مسخ میشد. اصلا خودش جوکه، اشاره میکرد. گفتیم والا دروغ چرا تا قبل؟ ما شب وفات همین ناصر فرنگفر به حکم عاطفه، چون عاطفه غیر از اختلاف عقیدتی است، 35 دقیقه تنها زدیم، اهل فن بودن، هیچ کس هیچ جای سیخ نشد. چطور این اشاره میگد تو موهای تنت سیخ میشد؟ ما یه همشهری داریم، این به ما مدتی گیر داده، میگه که تو نمیخوای بالاخره این آخر عمری یه تا که با واسه خاک پای مردم میرن تنبک بزنی که یه جایش سیخ بشه؟ گفتم که اولا اون جاشو مشخص کنم من بفهمم بعد برم بزنم. سالیان ما شانس نداریم که لب چشمه بریم آب خوش میشه، پس اول باید با این خاک پا بریم محضر، سند محضری بده، موهای ابرو دیگه، فوقش موهای سیبیل دیگه پایین تر نمیاد، اینجا سیخ بشه برش میزنم. ولی نمیزنم، میخوای آخر عمری واسه ما حرف در بیارن؟ ما تا حالا همه جور وصله به ما چسبوندن جز وصله ناموسی. دیگه یکی دیگه من نبرم، من باید سند محضری بده چیز.